بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام با شما بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون تمدن و برنامه ساعت سیاسی. دنیای ما دنیای پیچیده است، دنیای پر از تضاد و تقابل و ناهمگونی های شگفت انگیز. یکی از این شگفتی ها گرایش های افراطی تندروانه و کنترل ناپذیر در عصری است که عقلانیت به عنوان مهمترین بارزه و شاخصه رفتاری و فکری در حوزه مسائل انسانی و مخصوصا روابط و مناسبات نظام سیاسی دنیای امروز به حساب میاد. این پرسش یکی از کلیدی ترین پرسش ها در باب وضعیت کنونی دنیای امروز است که در حالی که مهمترین عنصر و مؤلفه روابط و مناسبات انسانی را عقلانیت تشکیل می‌ده، چرا گروهی یا جماعتی به صورت افراطی بر مواضع و دیدگاه‌های خودشان که با معیارهای عقلانی ناهمگون و ناهمخوان هست اصرار و پافشاری دارند؟ در ساعت سیاسی امروز بحثمان در همین خصوص خواهد بود، یعنی چرایی گرایش‌های افراطی در عصر غلبه عقلانیت، که استفاده میکنیم از حضور اساتید ارجمند جناب دکتر عبداللطیف نظری و جناب محمد قاسم عرفانی اساتید محترم دانشگاه. به شما سلام عرض میکنم و بسیار خوش آمدید. سلامت باشید. از همینجا شروع میکنیم جناب آقای عرفانی. با توجه به اینکه عصر ما در مقدمه به گونه‌ای عرض شد که عصر تسلط عقلانیت بر مناسبات و روابط انسانی و نظام بین الملل هست، افراط‌گرایی با روح زمانه ای ما چه نسبتی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما جناب دکتر سیف و بینندگان عزیز. اگر ما صحبت از اینجا آغاز کنیم که چطور میتونیم این عصر را به عنوان عصری که عقلانیت در او برجسته هست نام سرش بگذاریم و یک دوره سلطه گرایش های عقلانی بنامیم، من فکر میکنم در حوزه معرفت شناسی بیشتر جایگاه خود را باز میکنه و اگر ما در همین حوزه سه مقطع را یا سه روی کرد کلان را یا سه نوع نظام دانایی را در نظر بگیریم، قدر جایگاه بحث ما روشن خواهد شد. یک دوره سلطه ارزش‌های سنتی هست که در اونجا ما عقلانیت رو داریم، اما تحت تأثیر آموزه‌های سنتی و باورهای سنتی از جمله باورهای دینی. دوره دیگه دوره ارزش‌های مدرن هست و مدرنیته که من فکر میکنم از این زاویه میشه ما عصر را که الان نسبتاً عصر طولانی هم هست بگیم که عقلانیت درش وجود داره و مدرنیته نوع خاصی از عقلانیت را که الان یکی از اشکال و عقلانیت ابزاری هست که وبر ازش نام میبره تبلور داده و یک منطق خاصی را بر جهانبینی هستی شناسی انسان ها و همینطور مناسبات زندگی اجتماعی در سطح درون کشوری و بین المللی به وجود آورده و دوره پسا مدرنیته که در حوزه معرفت شناسی دوباره بحثاش مطرح شده و ما در قرن 20 حداقل نیمه دوم قرن 20 شاهد یک طیفی از متفکران بودیم که بحث‌های پست مدرنیستی را مطرح کردند که یکی از پیامدهای اون تکثرگرایی و نسبیت در حوزه معرفت شناسی هست. از این جهت ما یعنی از سوال شما اینطور فهم میکنم که اگر ما این دوره را دوره بنامیم که عقلانیت در او مسلط هست، عقلانیت مدرن هست و بیشتر هم همون جنبه عقلانیت ابزاریش میچربه که حالا وارد دستبندی هایی که کسایی دیگه انجام دادن نمیشیم. خب در یک چنین فضای ما حداقل شاهد
دو نوع تفکر در بخشی از جهان هستیم، یعنی ارزش‌های مدرن یا تجدد بخش‌های از دنیا را فتح کرده و اونجا کاملا نو شده، مدرن شده در چارچوب‌های در چارچوب ارزش‌های مدرنیته، و بخش‌های از دنیا این جدال بین گرایش‌های سنت و تجدد ادامه داره که عمدتاً کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی به تعبیر دوران جنگ سرد را میشه گفت. ما این منازعه را همواره درش میبینیم که در برابر تهاجم ارزش‌های مدرن اونم با نوع غربیش سنتگرایان استادگی میکنه و یک نوع جدال سنت و مدرنیته را ما در اینجا شاهد هستیم. همونطور که اشاره کردیم که در برخی از حوزه های فکری ما جدال پست مدرنیسم با مدرنیته را هم شاهد هستیم. بعد جوامعی که بستر برای رشد تفکرات دینی هست، چی در کشورهای توسعه یافته و چی در کشورهای توسعه نیافته، در اونجا ما رگه های از این مبارزه رو باز شاهدش هستیم. مثلا در جهان مسیحیت که عمدتاً حداقل در غرب کشورهای توسعه یافته به شمار میرن و تجدد اونجا را فتح کرده، با این وجود ما در مراکز دینی مسیحی شاهد نوع تقابل سنتگرایان دینی مسیحی در برابر تجدد هستیم. حالا در چارچوب این تقابل و منازعه‌ای که بین سنت و مدرنیته میتونه وجود داشته باشد، رادیکال ترین نوع مبارزه که توسط سنتگرایان انجام میشه را ما میتونیم افرادگرایی بنامیم که در برابر این وضعیت غالب میخواهیم مقاومت. بسیار ممنون، تشکر میکنیم. نتیجه نهایی که تا حالا میتونیم از صحبت‌های جناب عرفانی بگیریم یه است که برداشت ما، یعنی که عمدتا در مناطق و جغرافیاها یا در کشورهایی که گرایش دینی پررنگ هست، ما رگه‌هایی از تقابل سنت و مدرنیته را یا حتی در نهایت شکل گیری جریان افراطی را شاهد هستیم. به این اساس ما پرسش را خدمت شما مطرح می‌کنم جناب آقای دکتر، که آیا این مشکل افراط گرایان است که نمی‌توانند خودشان با عقلانیت مدرن حاکم بر دنیای امروز هماهنگ و همسو بسازند و کنار بیایند، یا عقلانیت حاکم بر دنیای امروز خودش افراطی و به همین جهت افراطی پرور است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمان گرامی شما جناب استاد عرفانی و بینندگان محترم تلویزیون تمدن. در واقع هر دو روند میتونه مورد مطالعه و دقت نظر قرار بگیره، اما بود دومی را که شما اشاره کردین میتونه پررنگ تر باشه. در ارتباط با بود اول، در واقع آنچه که در مواجهه با ارزش‌های لیبرالیسم به خصوص به رهبری ایالات متحده آمریکا امروز ما در جهان سوم و در جهان اسلام شاهد هستیم، چهار تا روی کرده معمولا مشاهده پذیر بوده. به عبارت دیگر در برخورد با مدرنیته غرب که بسیاری از ارزش‌های لیبرال به عنوان یک گفتمان مسلط و غالب در تلاش است بر دنیا در واقع تحکیم ببخشه، چهار تا روی کرد قابل توجه است. یکی روی کرد مدرنیته ستیز که معمولا بود افراط گرایی هم میتونه با چنین روند معنا پیدا بکنه. دوم روی کرد مدرنیته گریز که بسیاری از سنت گرایان در جهان اسلام و در جهان سوم میتونه امیر روی کرد را مورد توجه و دقت نظر قرار بده. سه روی کرد مدرنیته پذیر که شماری از روشن فکران در جهان اسلام در واقع تلاش کردند که خود را با این روند دمساز بسازه و به ترتیب یک نوع نوگرایی از سنخ غربی را در جهان اسلام نهادینه بسازه. و چهار روی کرد مدرنیته گزین، به این معنا که در واقع یک نوع گزینیش صورت میگیره.
در ارتباط با تعامل و مواجه شدن با ارزش های مدرنی که خواستگاه عمدتا غربی داره. به عنوان نمونه، تکنولوژی بدون اخلاق در کشورهای اسلامی نمیتونه یک روند معقول بپیمایه. بنابراین اینجا هست که روشن فکران مسلمان، اصلاح طلبان و نوگرایان دینی تلاش میکنه که بیشتر با روی کرد چهارم در مواجهه با مدرنیته غرب برخورد بکنه. مدرنیته گزین، یعنی دقیقاً مدرنیته گزین، یعنی گزینی صورت میگیره که چه قسمت هایی میتونه با هویت دینی و ملی ما سازگاری و سنخیت داشته باشه و چه قسمت هایش ناسازگار هست. اینجاست که در واقع این روی کرد متاسفانه هنوز در جهان اسلام به دلیل وابستگی هایی که کنشگران سیاسی جهان اسلام به قدرت های غربی داره بیشتر مورد توجه قطع نظر قرار نگرفته. شاید تنها کشوری را که ما بتانیم به عنوان نمونه یادآوری کنیم جمهوری اسلامی ایران باشه بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی. به هر حال پس در واقع یک بود از افرادگرایی میتونه در قالب چهار تا روی کرد و در مواجهه با مدرنیته غرب به خصوص در حوزه جهان اسلام قابل ردیابی باشه. بود دیگهش برمیگرده به دو تا متغیر مهم. یکی متغیر داخلی که حاکمیت هایی که معمولا بر کشورهای جهان اسلام حکم روایی داشتن و در حال حاضر هم حکم روایی دارند، اینا یکی از ابعاد گسترش افراطی‌گری در دنیای معاصر به شمار میره. به عنوان نمونه تسلب سیاسی به عنوان یک متغیر محوری در سطوح داخلی میتونه نقش داشته باشه در گسترش افراطی‌گری. وقتی که فقدان اجماع نظر سیاسی در بسیار از نظام‌های سیاسی حاکم بر جهان اسلام وجود دارد یا سنت‌های سرکوبگرایانه کماکان به عنوان یک رویه سیاسی مطرح می باشد و همینطور فقدان سنت مدنی سهمدهی در تصمیم گیری، این سنت‌ها در واقع خمیرمایه افراطی‌گری را از بعد اجتماعی در داخل قلمرو در واقع جهان اسلام رقم زده. این تسلب سیاسی که حضرت علی در مورد دولت‌ها و نظام های سیاسی دنیای اسلام مطرح فرمودین چقدر برآمده از وابستگی این دولت ها به قدرت های خارجی است که در آغاز اشاره فرمودین؟ نکته بسیار خوبی شما مطرح کردین که ما میتونیم از یک پول بزنیم به بعد دوم که متغیر خارجی باشه. هم میزان وابستگی قدرت ها، نه ملت ها، یعنی نخبگان و کنشگران سیاسی به قدرت های غرب یا آنچه را که امروزه به عنوان گفتمان مسلط ارزش های لیبرال دموکراسی میخواهد بر جهان اسلام تحکیم ببخشه، میتونه مورد توجه قطع نظر قرار بگیره و هم به دلیل ای که افراطی‌گری زاییده دنیای مدرن میباشه یا به تعبیر دقیق تر فرایند استعمار پسا مدرن یا فرانو. اصولا جهان غرب برای ای که بتونه سیطره خود را بر جهان اسلام و که در واقع بیشتر به عنوان هارتلند انرژی امروزه در دنیا مطرح می باشه تحکیم ببخشه، تلاش کردند که از گروه های افراطی به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود مورد بهره برداری قرار بدن. به همین جهت است که دولت هایی که همسوی با غرب بوده امروزه ما شاهد هستیم که از روند افراطی گری به صورت سازمان یافته حمایت میکنه و حتی در تولید و مفصل بندی افراطی‌گری نقش بازی میکنه. بنابراین دولت های مستقل دقیقا در نقطه تقابل روند قرار گرفته. پس بنابراین از بعد داخلی و خارجی ما میتونیم یک پیوند ارگانیک و دینامیک را بین میزان وابستگی کنشگران سیاسی به قدرت های غربی و همینطور استفاده ابزاری غرب از افراطی‌گری به عنوان ابزار سیاست خارجی و اهرم فشار بالای دولت های ضد غربی مورد توجه قطع نظر قرار بدیم. خیلی متشکرم، هستیم سپاسگزار، هستیم استفاده کردیم. اجازه بدیم که در ادامه صحبت های حضرت عالی این پرسش را مطرح کنیم خدمت استاد عرفانی. با توجه به فرمایش جناب دکتر که افراطی‌گری زاییده دنیای مدرن هست، برخی از اندیشمندان هم به این باور هستند که عقلانیت ابزاری مورد نظر در دنیای امروز که شما بهش اشاره فرمودین، خودی عقلانیت افراطی و ناقض حریم باورها و معتقدات دینی بخش عمده ای از سنتگرایان یا متدینان است و
در نهایت اگر ما بخوایم این دیدگاه را بپذیریم، آنچه افراطی‌گری دینی نامیده میشه که شما هم به او اشاره داشتین، چقدر واکنشی و برآمده از حس دفاع از حریم اعتقادی معتقدان یا کنشگران افراطی است که در مواجهه با نقض حریم و پایگاه اعتقادی و اجتماعی خودشان دست با واکنش میزنن و این واکنش به صورت یک رفتار افراطی تبارز پیدا میکنن. خب عقلانیت مدرن اونطور که بیشتر اشاره کردم در حوزه معرفت شناسی و بعد بحث‌های اخلاقی خودش رو نشان میده، اما میرسه به سیاست. در چارچوب این نوع عقلانیت ما شاهد شکلگیری یک رویکرد سیاسی هستیم به نام سکولاریسم و دو نوع قرائت یا رویکرد در مورد سکولاریسم وجود داره. یعنی از زمانی که مدرنیته شکل میگیره، از زمانی که تا رنسانس در اروپا شکل گرفت، صحبت از جدایی حوزه اخلاق از سیاست یا مسجد از حکومت، کلیسا از استیت مطرح شد و به این سمت که ما آمدیم دو نوع الگو برای سکولاریسم وجود داشته. یک الگوی آنگلو ساکسونی هست و یک هم الگوی میشه گفت فرانسوی هست. در چارچوب الگوی آنگلو ساکسونی شعارشان آزادی مذهب هست از قید سیاست، یعنی میخواین جامعه را به سمتی ببرن و به گونه مهندسی کنن که سیاستگران و نظام سیاسی حوزه دینی را در کنترل خود نداشته باشد و در او حوزه دخالت نکنه، جدایی را به این معنا و در واقع ظاهرا در راستای دفاع از حریم مذهب توجیه میکنه. اما نوع دیگه از سکولاریسم که میشه گفت تبلوری برجستش عمدتا در فرانسه بوده و در ترکیه قبل از عدالت و توسعه هم ما شاهدش بودیم، آزادی از مذهب بوده، آزادی از تمامی مظاهر مذهب در حوزه عمومی. و همین جهت است که اینجا بحث روسری پیش می آید، بحث ورود دانشجوی مسلمان محجبه به دانشگاه پیش می آید. در فرانسه قضیه همواره مطمح نظر بوده و مورد توجه بوده، در حالی که در انگلستان یا ایالات متحده آمریکا یک چنین چیزی در استرالیا یا کانادا مطرح نبوده. این نوع دوم از سکولاریسم طبعا در همه حوزه معرفت شناختی و اخلاقی دینگرایان را وادار به نوع واکنش و دفاع از حریمی که شما می‌فرمایید کرده. اما این دخالت مدرن ها یا مدرنیست ها در حوزه اخلاق و معرفت شناسی خلاصه نمیشه. اینا در چارچوب عقلانیت ابزاری وارد حوزه اقتصاد میشن و اینجا هست که ما شاهد رشد شرکت های چند ملیتی هستیم، شاهد فروش اسلحه توسط کمپانی های هستیم که در مناطق ناامن باید تجهیزات اونا فروخته بشه، شاهد یک سیستمی پیچیده از تطهیر پول هستیم، شاهد قاچاق مواد مخدر، انسان، اعضای بدن انسان و مافیاهای کلان اقتصادی هستیم که پشت سر اینها عقلانیت ابزاری مدرن قرار داره. و از این زاویه هم ایده دیگری، یعنی کتله های دیگری را در نقاط دنیا وادار به دفاع میکنه، چه بسا کتله های هستن که به لحاظ ارزش های اعتقادی چندان وادار به واکنش نمیشن، اما با توجه به این نوع از سیاست اقتصادی هست که اینا وادار به واکنش میشن. حالا
این واکنش وقتی در قالب یک نوع افراط گرایی تجلی و تبلور پیدا میکنه، بسترهای داخلی هم لازم داره که در مهندسی بسترهای داخلی هم ما میتونیم بگیم که از ناحیه قدرت های بزرگ و آنهایی که مهندسی نظام بین الملل را در کنترل خود دارن دخالت های صورت میگیره. بستر داخلیش اگر من بستر داخلی یک بس مستقل داریم خدمت شما. من میخوایم در ادامه صحبت با فرمایش حضرت عالی این موضوع مطرح کنیم که وقتی سکولاریسم به تعبیر شما فرانسوی و سکولاریسم آزادی از مذهب با خودش حق میده که وارد فضای معرفتی، وارد اخلاقیات، وارد مناسبات و روابط بسیار بسیار کهن و پر ریشه و پایدار اجتماعی شود و یک سری ممنوعیت های را ایجاد بکنند، این دخالت خودش به نظر شما افراطی نیست؟ خودش یک نوع از نوع افراطی مدرن، رفتار افراطی مدرن به حساب میاد؟ چرا؟ ما خود این نوع از تجدد خواهی را، خود این نوع تفکیک دین از سیاست را در واقع دخالت استیت یا دولت در حوزه دین میدانیم. ولی هیچوقت شما این نوع دخالت یا این نوع افراط مورد ملامت یا انتقاد قرار نمیگیره. چنانچه شما به عنوان مثال قضیه ترکیه رو در نظر بگیرید، از زمانی که به رهبری مصطفی کمال این روند اونجا آغاز میشه، از آن از بلندگوها نباید منتشر بشه. نمیفهمم اگر نمازم میخوانین به این زبان خوانده بشه. دخالت در حوزه کارهای نهادهای دینی و این که در حوزه عمومی اصلا یک چنین تبلور از عملکرد دینی وجود نداشته باشد و طبیعیه که این واکنش را در پی داشته و خواهد. سپاسگزارم. خب بحث دین یکی از مقوله‌های بسیار محوری و کلیدی در باز تعریف افراطگرایی و یا حتی در شکل گیری جریان های افراطی است. دین به عنوان یک از مؤلف های بنیادین و محوری در این خصوص عمل کرده، اما با توجه به کارکرد آرامش بخش و رویکرد اعتدالی ادیان، چون اصلا دین برای این است که رفتار ما را در یک قالب و در یک چارچوب تعریف شده اخلاقی و رفتاری تعدیل بکنه، و ما وقتی از اعتدال یا تعدیل حرف میزنیم معنایش این است که هم افراط نفی میکنیم و هم تفریط را. بحث اعتدال بحث میانه رویه که نه ما به سمت افراط میغلطیم نه به سمت تفریط. با این وجود چرا کلن دین بستر شکل گیری جریان های افراطی است، هم در کشورهای اسلامی و هم در کشورهای غیر اسلامی؟ مثلا ما افراطیان هم داریم که در معتقد با این مسیحیت هستن، افراطیان یهودی داریم که شدیداً و عمیقاً وابسته و پابند هستن به آموزه های دینی و اعتقادی خودشون. حالا کلاً صحبتی هست که چرا این ویژگی یا این قابلیت در دین وجود داره که جریان های افراطی از گریبان دین سر بیرون میکنن؟ خب ببینید چند مسئله میتونه مورد توجه و دقت نظر باشه در بحث دین. اولا در واقع شاید خبر ناخوشایند برای دین ستیزا و دین گریزا باشه که خوشبختانه هیچگاه بشر بدون دین و رفتارهای اخلاقی زندگی نداشته. بنابراین دین در روند تکاملی جوامع بشری نقش برجسته و برازنده بازی کرده. افزون بری در دنیای معاصر وقتی بحث بحران معنا مطرح میشه، اهمیت دین چند برابر میشه. امروزه ما اگر دنیای غرب را مورد توجه قرار بدیم، بحران معنا باعث این شده که یک نوع خلای معنویت و یک نوع روند در واقع توهیگرایی به تعبیر دقیق ترش در جوامع غرب روند سعودی را طی بکنه. نیهیلیسم دقیقا. و به همین جهت در بسیار جوامع ما شاهد هستیم که بحثی را که اونا مطرح میکنن ایست که دیگه خدا مرده است، توبه نعوذ بالله، یا ای که ما باید در کلیساها بحث جستجو کنیم. این نشانگر ای هست که چالش های محوری امروزه در جهان غرب شکل گرفته
و دین به خصوص دین اسلام در بودی در واقع ایجاد یک تعادل در بحران معنا نقش برجسته و برازنده را بازی کرده. به همین جهت است که معمولا سربازایی را که غربه ها هم تلاش میکنه که از او استفاده ابزاری داشته باشه بیشتر بودی در واقع شریعت محور میباشه. بس که بیشتر مطرح شد، ببینید بحث سکولاریزمی که در فرانسه استاد عرفانی مطرح کرده، نقطه تفاوتش ایست که در واقع سکولاریسم فرانسه در نهایت بلائیسم یا لائیسیته در واقع منجر میشه. سکولاریسم یعنی تفکیک حوزه فردی از حوزه اجتماعی در بسیاری از کشورهای غربی میتونه مورد بحث باشه. اما تفاوتی در واقع سکولاریسم فرانسوی که به گونه افرادگرا هست، حجاب در کانون مبارزاتش قرار میگیره. یک خانومی اگر حجاب اسلامی داشته باشه نمیتونه وارد مراکز آموزشی و علمی و تحقیقاتی شود. این خودش آپارتاید دینی هست، این خودش افراطگرایی هست. بنابراین به این دلیل هست که در واقع وقتی که سکولاریسم در فرانسه بلائیسم منجر میشه و لائیسیته شکل میگیره، در واقع تنها بحث تفکیک حوزه فردی و حوزه جمعی مطرح نیست، بلکه دین ستیزی مورد توجه و دقت نظر قرار میگیره. چیزی که ما در جنبش کمالیسم در ترکیه میتونیم شاهد باشیم، یعنی دین ستیزی در واقع یکی از شاخصهای جدی لائیسم در واقع ترک ها میتونه مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره. بنابراین یک بودی ای که چرا در واقع دین بستر میشه برای رشد افرادگرایی برمیگرده به نقشی را که دین از نظر تکامل جوامع اسلامی همواره بازی کرده، و دوم ای که امروزه در واقع دین به خصوص دین اسلام از نظر اندیشمندان غربی میتونه تهدید کننده اصلی تمدن غرب باشه که به تعبیر فوکویاما پایان تاریخ ارزیابی میشه، یا زوال دموکراسی های غرب امروزه از سوی گفتمانی در واقع با چالش روبرو میشه که در بطن این گفتمان دینگرایی میتونه مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره. گفتمان لیبرال دموکراسی رو شما غیر از این که در برابر گفتمان مردم سالاری دینی یا دموکراسی اسلامی بتونین به چالش بکشین، من فکر میکنم که دیگر ابزارها نمیتونه در برابر این قد علم بکنه، و نمونه از امروز ما در جهان اسلام شاهد هستیم. بنابراین من فکر میکنم هم از یک بود میتونه در واقع قوت دین را مورد توجه و دقت نظر قرار بده، و از بود دیگر تهاجمی که صورت میگیره با توجه به اینکه دین در جهانی که با بحران معنا روبرو هست نقش برجسته بازی میکنه و مدنیتی در واقع ابزاری غرب را با چالش روبرو ساخته، این بیشتر کارکرد برونی داره. به این معنا که قدرت های غربی تلاش میکنه که در بستر عظمی فرهنگ در واقع گروه های را مورد حمایت قرار بدن، اینا را در واقع تولید بکنن و حتی از نظر فکری به گونه در واقع تزریق بکنه افکار غیر اعتدالگرایی را که بتونه به گونه جاذبه معنایی دین را بخصوص دین اسلام را هم در جوامع غربی و هم در جوامع اسلامی به حد اقل برسانه. چون پیشتر من اشاره کردم که این گفتمان دینگرایی در حال حاضر میتونه یک چالش بسیار محوری برای نفوذ و توسعه لیبرال دموکراسی در جهان اسلام ارزیابی شود. بله، خیلی ممنون و متشکر. خود شما هم اشاراتی داشتین و در پایان صحبت های دکتر هم این نکته مورد توجه واقع شد که استناد به سیطره عقلانیت ابزاری بر روابط و نظام بین الملل به این معنا هست که خود افراطگرایی یا تولید جریانهای افراط در جهت استفاده ابزاری از این پدیده به نفع اهداف عقلانیت مدرن هست. به عبارت دیگر اگر بخوایم ساده تر توضیح بدم خدمت بینندگان عزیز، میخوایم بگویم که وقتی ما از سیطره عقلانیت ابزاری بر روابط بین الملل صحبت میکنیم، آیا معنایش این است که جریان‌های افراطی وقتی در کشورهای اسلامی شکل می‌گیره و از اون طرف اینا به تعبیر جناب استاد وابسته به سیاست‌گذاری‌های اونا هست یا نتیجه و مولود کارکردهای سیاسی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک اونا هست، خود افراط‌گرایی به عنوان یک ابزار در جهت اهدافی به کار گرفته میشه که عقلانیت مدرن غربی دنبال می‌کنه؟ تردیدی نیست افراطگرایی دینی میتونه
به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف و مقاصد قدرت‌های بزرگ که در چارچوب ارزش‌های لیبرال یا همون از کلانترش تجدد حرکت می‌کنند باشد و ما تا به حال هم شاهدش بودیم. اما ما می‌خواهیم از این زاویه توجه شما را به این موضوع جلب کنم که اگر ما بخواهیم به این سوال جواب بدیم که عامل رشد افرادگرایی دینی حالا چی هست، ما پیشتر اشاره کردم در ارتباط با بعد خارجیش که مدرنیست ها یا کشورهایی که از عقلانیت ابزاری سود می جویند با دخالتی در حوزه اقتصاد، استثمارگری اقتصادی، فروش کالاهایشان، ایجاد بازار برشان، واکنش‌های را در مناطق تعبیر والرستین در مناطق پیرامونی واکنش‌های را ایجاد می‌کند که اگر این واکنشگران کسایی که واکنش از خودشان نشان میدن بک‌گراند یا عقبه مذهبی هم داشته باشن باز رادیکال‌تر میشن و دست به جهاد و اقداماتی تروریستی که حالا حتی بهش جنگ مقدس هم در مواردی گفته میشه میزنن. مسئله دیگه ای که وجود داره و تحمیل کرده ارزش های را که در مناطق پیرامونی باز پذیرش نداره بحث مرز هاست، ناسیونالیسم است. شما همه خاورمیانه امروز را ببینین در دو سال مانده با پایان جنگ اول جهانی بر اساس قرارداد سایکس پیکو وزرای خارجه انگلیس و فرانسه با خط کش مرز برای کشورهای خاورمیانه تعیین میشه، روی نقشه خط کش میگذارن، مرزها را تعیین میکنن و امروز شما شاهد بحث کردستان هستن، بحران کردستان برای ایران، عراق، ترکیه، سوریه همچنان مطرح است، در حالی که مبنای دین اسلام بحث امت هست و این مرزها را به رسمیت نمیشناسه. یک چنین اختلافاتی را ما تقابل‌های را شاهد هستیم. اما بیاییم یک نگاه به درون هم داشته باشیم به این معنا که دین از جمله دین اسلام حالا به اندازه ای که ما به عنوان یک پژوهشگر در این حوزه میتونیم فهم کنیم پتانسیل و ظرفیت برای قرائت های مختلف را داشته، چنانچه ما شاهد قرائت های گوناگون بودیم و متاسفانه قرائت قشری و دکمه افراطی از اسلام به خصوص از دینی به عنوان به نام اسلام زمینه یک نوع افرادگرایی را فراهم کرده که در کنار اون متغیرهای دیگه افرادگرایی را بیشتر شارژ میکنه و این افرادگرایی که برخواسته از قرائت قشری از اسلام هست زمینه و بستر دین ستیزی را فراهم میکنه، همون ابزاری که شما بهش اشاره کردین که بگن بله ببینید روی کردی دینی نتیجه و خروجیش این هست و یک واکنشی در دنیا علیه دینگرایان ایجاد بشه که بله هر کس که متدینه، هر کی به زبان عربی صحبت میکنه تروریست هست. و از طرف دیگه حالا میخوایم یک کمی آسیب شناسی شما جناب استاد، چرا ما مخصوصا در میان پیروان ادیان مختلف پیروان اسلام را میبینیم که بیش از همه متوسل به قشر دین میشن یا به پوسته دین میچسبن و وارد متون یا بطن یا حقیقت دین نمیشن و دریافتهایشان بسیار سطحی و قشری است؟ خب در جهان مسیحیت دین به شدت به حاشیه رفته، در زندگی اجتماعی و روزمره مردم کمترین خروجه ها و آثار دین را ما شاهد هستیم. در دنیای یهودیت یک چنین چیز است، در خود ائتلاف هایی که در اسرائیل شکل می گیرند متدینین افراطیشان بسیار تعدادشان کم هست، عمدتا لیبرال هستند، سکولار هستند. اما در دنیای اسلام با توجه به همون بحث سنت و مدرنیته که گفتم که مدرنیته نتونسته اینجا را فتح کنه، گرایش های دینی در اینجا غلیظ تر هست. در مجموع فهم دنیا
در چارچوب آموزه‌های مذهبی در جهان اسلام پررنگ‌تر هست و همینطور مدیریت زندگی سیاسی اجتماعی در ذیل همون نورافکنی آموزه‌های مذهبی در اینجا پررنگ‌تر هست. خب این زمینه را فراهم کرده که ما در جهان اسلام شاهد دینگرایی بیشتر باشیم با اشکال و سطوح مختلف که یکی از اشکالش افرادگرایی هست، نه همش. در کنار این ضعف دولت ها و نظام های سیاسی در جهان اسلام که این ضعف گاهی در قالب اقتدارگرایی تبلور پیدا میکنن، نظام های سیاسی که ظاهرا خیلی مقتدر هستن، مستبد هستن و هیچ نوع اعتراضی را هم بر نمیتابند، در این حال موجب میشه که یک نقطه ضعفی را ما در نظام سیاسی شاهد باشیم که این نمیتونه مدیریت جامعه را به عهده بگیره و زمینه را برای واکنش های افراطی با توجه به یک قرائت های قشری از اسلام فراهم میکنه. سپاسگزار هستیم. فرصتمون متاسفانه خیلی محدود هست با اینکه بحث خیلی گسترده و فراخدامانی را مطرح کردیم. هم ایشان اشاره فرمودن به این که بسترهای داخلی ممد و زمین اساس هست برای شکل گیری جریان افراد و هم حضرت علی تاکید داشتین بر این که قدرت‌های خارجی در شکل گیری جریان ها نقش داره. پرسشی که ما در این فرصت کوتاه مطرح می‌کنیم این است که آیا دخالت کشورها و قدرت‌های خارجی مثل آمریکا و امثال اینا در پیدای افراطی‌گرایی میتونه توجیهگر بسترهای داخلی باشه؟ من همچنان تأکید میکنم که هر دو متغیر نقش داره، به این معنا که هم تسلب سیاسی در بود داخلی و هم عدم توسعه فرهنگی و عدم کنترل آموزشی، ضعف دولت های مرکزی و همچنین بحث فقر، اینا از جمله مؤلفه های تاثیرگذار در بسترها و زمینه های داخلی افراطی‌گری می باشه که در جهان اسلام متاسفانه به دلیل مداخله مستقیم و نامرئی استعمار همواره وجود داشته و در حال حاضر با شدت و حدت جریان داره. خب حالا راه حل چی است؟ ما برای بایرسازی زمین حاصلخیز کشورهای اسلامی برای شکل گیری جریان افراطی چه کار سیاسی و فرهنگی باید بکنیم؟ خیلی فرصت محدود است. در بود سیاسی من فکر میکنم تا زمانی که کشورهای اسلامی به استقلال سیاسی دست پیدا نکنه، اسلام متحجر و اسلام سکولار هر دو از سوی قدرت‌های غربی در واقع مورد توجه و دقت نظر قرار میگیره و میتونه تولید کننده بحران‌های مختلف از جمله بحران افراطی‌گری باشه. در بود فرهنگی من اشاره کردم که وقتی عدم توسعه فرهنگی وجود داره، وقتی ضعف آموزشی وجود داره، ضعف سواد و مشکلات فقر، بی‌عدالتی، تسلب سیاسی، قومگرایی، ما راه حلش است که از نظر فرهنگی تلاش بکنیم که یک جامعه در واقع متوازن، آگاه و بیدار داشته باشیم. راه حل است که در این صورت ما میتونیم بسیاری از زمینه ها و بسترهای افراطی‌گری را از نظر بود داخلی به حد اقل برسانیم. خیلی متشکرم هستم. فرصت من تمام هست. تشکر میکنم از جناب استاد عرفانی، جناب دکتر لطیفه نظری، اساتید محترم دانشگاه. بحث خیلی خوب و دلپذیر و غنی و عمیقی داشتیم با اساتید ارجمند. انشاءالله که بتونیم این بحث را در جلسات بعد هم ادامه بدیم. فکر میکنم نیاز به واکاوی و حلاجی بیشتر داره که متاسفانه به دلیل ضیق وقت رسانه‌ای به صورت کامل و کافی بهش پرداخته نمیشه. از همراهی شما تشکر و خدا نگهدار. خیلی استفاده کردم.